مهال واک، مدل و بازیگر سریال دوچرخه سرخ، خط سوم و شهربانو. با من رضا پورکیان از شنیدن نیکس وان پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نیکس وان پلاس خوش آمدید. مهال واک زاده سال 1379 هجری شمسی در دیار باصفای لغمان، مدل و سینماگر جوان افغان و بازیگر سریال شهربانو می باشد و این مکتب را در کابل در لیسه اسپینکلای به اتمام رسانده است. مدت 2 سال میشه که فعالیت در سینما را آغاز کرده و این دلیل هنرپیشگی را انتخاب کرده، چون سینما بهترین گزینه است که از این طریق بتانه صدای خود را به مردم و حتی به جهانیان برسانه و سینما برایش به مصاحبه یک زبان است که میتانه بدون کدام ترس و هراس با آن صحبت کنه. مهال واک در کنار هنر سینما مصروف کارهای مدلینگ نیز هست، چون علاقه زیاد داره که یک مدل باشه و نمونه زیبایی و خوشپوشی برای دیگر بانوان وطنش باشه و این مدت 2 سال میشه که فعالیت‌های سینمایی داره. اولین تجربه کاریش در سینما در سریال شهربانو در نقش فرعی بود و بعد از آن در فیلم دوچرخه سرخ با کارگردانی خانم فضیله امیری نقش مرکزی را داشت. بعد از آن در فیلم شلتر با کارگردانی ظهیر موسوی نیز در نقش مرکزی بازی کرد. در حال حاضر هم در سریال خط سوم نقش مرکزی را ایفا می‌کند. سریال خط سوم سریالی است که تمام حقیقت‌های جامعه ما را به تصویر می‌کشد و خانم مهال واک در این سریال نقش مرکزی را ایفا می‌کند. البته این سریال 6 شخصیت مرکزی داره. نام مهال واک در این سریال وجمه است. وجمه دختری است که همواره تلاش میکنه میانه رو و انسان خوب باشه، در پی برآورده ساختن آرزوهایش است، اما به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی که داره نمیتونه به آسانی به هدفش برسه. به گفته مهال واک، وجمه را در وجود تمام دختران افغانستانی میبینم که همواره تلاش میکنند که جایگاهی را برای خودشان در جامعه داشته باشند. امیدوارم که این سریال خصوصا وجمه بتانه دختران را به آینده امیدوار کنه. مهال واک مدت زیادی نمیشه که به مدلینگ رو آورده و با تیمی تحت نام تیم مدلینگ فرهنگی اجمل حقیقی پیوسته است و برای نمایش گذاشتن لباس اصیل افغانی همت نموده است. بانو مهال واک هدفش را از مدل شدن در جامعه سنتی افغانستان چنین ابراز میکنه: من برای اینکه یک دخترم با برآمدن به جامعه و کار سختی ها و مرارت های زیادی را پشت سر گذاشتم، ولی هرگز دست از مبارزه و پیشرفت بر نداشتم، چون من میخواهم در کشور عزیزمان افغانستان مانند سایر کشورها حق و حقوق زنان با مردان مساوی باشد و زنان و دختران بتانن آزاد زیست کنند و برای آبادی و شکوفایی کشور دوشادوش مردان کار و خدمت نمایند. من از این رنج میبرم وقتی یک دختر در جامعه ما از خانه بیرون میبراید، مورد یاوگویی، تمسخر، آزار و اذیت مردان قرار میگیره که این عمل نهایت شرم‌آور است. و ما افغانها که داد از تاریخ 5000 ساله و جهانی شدن میزنیم، ولی هنوز دختری در کوچه پس کوچه های این وطن با ترس و اضطراب قدم میگذاره. اسید بر صورتش پاش داده میشه، مورد خشونت قرار میگیره و نهایت خود را جنس دوم خیال میکنه. ولی ناگفته نباید گذاشت مردان با وقار روشن فکر و با عزت نیز هنوز در این سرزمین نفس میکشند که مدافع زنانند و از حق و حقوق زنان پاسداری میکنند. من سینما را به عنوان یک بلندگو برگزیدم تا بتوانم از این آدرس صدای به صداها گردم و آنچه را که دیریست ما و ملت ما میکشند به عنوان یک هنرپیشه به تصویر بکشم. مراد من از مدل شدنم این بود تا لباس اصیل افغانی و نیاکانمان را برتر کنم و به جهانیان به نمایش گذارم و از این مرجع بانوان افغان را تشویق به پوشیدن لباس اصیل کشور خودمان کنم و به کمک تشویق و حمایت مردم سلحشور و سربلند افغانستان مهر تمام و پایان به فرهنگ و لباس غرب در افغانستان بزنم. تیم مدل اجمل حقیقی یکی از تیم‌های مدلینگ پیشتاز و موفق در افغانستان می باشد که مدت 9 سال می شود برای فرهنگ افغانستان کار و فعالیت می کند که خوشبختانه توانسته است حمایت گسترده مردم، رسانه‌ها و دولت را از آن خود نماید.
پیامم به همه افغانها این است تا هم دست باشند، از قوم‌پرستی و تفرقه پرهیز کنند و جوانان خود را تشویق حمایت نمایند و از بانوان خواهش دارم از لباس‌های اصیل افغانی استفاده کنند. محال واگ همچنان در کنار سینما و مدلینگ مصروف ادامه دروس خیش می باشد. او می خواهد درسش را در رشته ژورنالیسم به پایان برساند و در این رشته دکترا را بگیرد و همچنان تصمیم دارد در برنامه‌های مدلینگ در خارج از کشور شرکت کند و فرهنگ کشور خودش را به همه معرفی کند.
نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتون را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چنل یوتیوب نکست فان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.